بینندگان عزیز، آنچه را که میبینید برنامه دیگری است از سری برنامه پرسش از تلویزیون کانال جدید. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکاران در اتاق فرمان بابک یزدی و سحر تیام این برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی که برای برنامه امروز براتون انتخاب کردیم عنوانش هست 25 سال بعد از سقوط دیوار برلین. یک شنبه گذشته 25 سالگرد سقوط برلین در شهر برلین جشن گرفته شد. در همین رابطه یورو نیوز نوشته داره که قابل توجه هستش. این نوشته اینطوری شروع میشه، عنوان نوشته است: سایه کارل مارکس 25 سال بعد از سقوط دیوار برلین. این نوشته با این جمله معروف مارکس شروع میشه که میگه فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تفسیر کردند، اما مسئله بر سر تغییر آن است. و بالاخره این نوشته با این نتیجه گیری تموم میشه که با سقوط دیوار برلین، دولتی که مدعی بود با پیروی از ایده های کارل مارکس جهان را تغییر داده است، ناپدید شد. 25 سال بعد نه تنها فیلسوفان بلکه همچنین شهروندان برلین به این فکر میکنند که اگر جهان نیاز به تغییر دیگه داشته باشه. ما در برنامه امروز گفتگو میکنیم با حمید تقوایی درباره دلایل رقص و پایکوبی دولت‌های غربی و همچنین نگاهی خواهیم داشت به دنیای سرمایه‌داری بعد از 25 سال از سقوط دیوار برلین. حمید تقوایی، به این برنامه خیلی خوش آمدید. متشکرم. اهمیت سقوط دیوار برلین برای دولت غربی در چیه؟ خب روشن، ببینید دیوار برلین سمبول و به اصطلاح یک مظهر به کمپ شوروی بود و جدایی کمپ شرق و غرب که در تمام طول جنگ سرد ادامه داشت. خب کمپ شوروی هم به اسم کمپ سوسیالیسم موجود یا کمونیستی شناخته میشد. به همین خاطر وقتی که نظام شوروی به بنبست رسید و فروپاشید و که فروپاشید دیوار برلین هم توی گفتم یک نمادش بود، این رو همه به حساب شکست کمونیسم و ایده های سوسیالیستی و آرمان های سوسیالیستی گذاشتن و جشن و پایکوبی هم که به راه انداختن بر سر خرابای دیوار برلین اساساً به همین خاطر بود، به خاطر اینکه میگفتن در واقع کمونیست تمام شد. حتی اعلام کردن که مبارزه طبقاتی تمام شده، تاریخ تمام شده، گفتن این پایان تاریخه و از این بعد قرار تاریخ بشریت خیلی خوش و خرم و بدون هیچ جنگ و درگیری به پیش بره و دنیا گلستان بشه، که البته شاید چند ماه بیشتر طول نکشید این ادعا، چون دنیا شاهد یکی از پرتلاطم ترین و وحشیانه ترین جنگ ها و درگیری ها بین نیروهای مختلف ناسیونالیستی و قومی و مذهبی تو اروپای شرقی بود، در یوگسلاوی بود، در خاورمیانه بود، در آفریقا بود، همه جای دنیا رو آتش وحشی ترین و به اصطلاح افسارگسیخته ترین جنگ ها و درگیری ها فرا گرفت. به این معنی میخوام بگم این ادعاها که دیگه مبارزه تمام شد و همه چیز الان خوب و خوش پیش خواهد رفت، همه جا سرمایه‌داری شد و گویا مسائل همه زیر سر کمپ شوروی بود، این ادعاها به سرعت رنگ باخت و معلوم شد دنیا نه تنها هنوز نیاز عمیقی به تغییر داره به قول این نوشته که گفتید، بلکه خیلی بیشتر از گذشته بعد از جنگ سرد این نیاز همه جا خودشو نشون داد. ببینید وقتی که ما به تبلیغاتی که امسال به خصوص در مورد سقوط دیوار برلین هستش میبینیم، از اون پایکوبی و رقصی که در 25 سال بود ممکنه به هر جهت یه بتونن بسیج بکنن، ولی اینکه بازار آزاد پیروز شد انتهای تاریخ اینا نبود. منتها سر یه چیز هنوز دارن میکوبن و این سقوط شورویه، سقوط کمونیسمه. چرا اینطوریه؟ خب ببینید همونطور گفتید دیگه نمیتونن این رو به حساب حقانیت و پیروزی و موفقیت نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد بریزن، به خاطر اینکه کارنامه همین 20 ساله بعد از دیوار برلین کارنامه اصلا جالبی نیست برای سرمایه‌داری. بحران عمیق هست، مسئله ریاضت کشی اقتصادی هست، مسئله انقلابات و شورش‌ها هست، فاحش دره عمیق و اختلاف فاحش بین فقر و ثروت هست که اینو نه تنها کمونیست ها و مخالفین نظام سرمایه‌داری بلکه خود کار به دستان و آکادمیسیان ها و خود
سردمدارشون دارن میگن که این وضعیت قابل ادامه نیست. به همین خاطر 25 سال بعد از دیوار برلین دیگه نمیشه اون ادعاها رو کرد در دفاع از نظام سرمایه داری. ولی میشه هنوز به کمونیسم تاخت به این معنا که خب آلترناتیو نیستی، آلترناتیوی وجود نداره. همون دوره هم حتی میگفتن مارگارت تاچر مثلا یه بحثش همیشه همین بود که سرمایه‌داری همینی که هست، بخواید همینه نخواید همینه، آلترناتیوی وجود نداره. با شکست شوروی ظاهرا دست اینها پرتر شد برای اینکه بگن ببین ما که از اول میگفتیم هیچ نوع آلترناتیوی وجود نداره، باید بسوزید و بسازید. در واقع بس این نیست که ما بهشت برین رو روی زمین میاریم، بس اینه که سرمایه‌داری جهنمه ولی راه دیگه نیست، باید با این جهنم ساخت. این شده منطق این مدافعین نظام سرمایه‌داری امروز. و ولی این منطق مردم نیست، به خاطر اینکه در همین دوره ما دیدیم که انقلاباتی اتفاق افتاد، مثلا در سال 3 سال پیش در سال 2011 که پرتلاطم ترین سال تاریخ بشریت تو فکر کنم 200 سال اخیره، در یک سال یا مدتی همین حدود 3 دیکتاتوری خیلی گردن کلوف و خیلی ظاهرا به تنارمه و چند ده ساله رو مردم به زیر کشیدن. حالا اینکه بعدن نتیجهش چی شد و خود غرب و نیروهای ارتجایی اومدن سوار قضیه شدن، این مسئله فرق میکنه با اینکه مردم این دیکتاتوری ها رو بالاخره ساقط کردن. مردم از وضعیت موجود ناراضی هن. شعار انقلابات مقابله با فقر بود، نان بود، نان آزادی کرامت انسانی بود و مردم به این خاطر به خیابون اومدن. بنابراین این داستان گویا این هیچ کس این رو نمیپذیره، مگه کسایی که خودشون قدرت رو در دست دارن، ثروت رو در دست دارن، منافعی رو دارن. وگرنه آدم عادی تو خیابون اینو نمیپذیره که سرمایه‌داری جهنمی بسوزید و بسازید. هیچ وقت بشریت نسوخته و نساخته، همیشه بلند شدن از زمان اسپارتاکوس تا امروز جنگیدن برای زندگی بهتر، برای رهایی، برای آزادی، برای برابری. و امروز بیش از هر چیز این در دستور مردمه، در دستور تحولات اجتماعی و تاریخی. و این رو حتی خود صاحب نظران سرمایه‌داری به رسمیت شناختن، چون مدام دارن هشدار میدن. از بانک جهانی گرفته تا آقای توماس پیکتی که کتاب می‌نویسه تا فلان میلیاردر، میگن که این وضع قابل ادامه نیست، این دنیا منفجر میشه، نمیشه اینطوری پیش بره، باید یک فکری کرد، باید چاره ای اندیشید. خیلی الان میگن سیاست ریاضت کشی اقتصادی حتی به خاطر خطرات اجتماعی که ایجاد میکنه سیاست داهیانه ای نیست، باید کار دیگه ای بکنیم. خب این بحث ها 25 سال پیش نبود، امروز هست، به خاطر اینکه نه تنها همونطور که گفتم اون تبلیغات شاید چند ماه بیشتر طول نکشید، ولی نه تنها اون تبلیغات تموم شده، بلکه توده مردم دنیا نشون دادن که این وضع نمیخوان، بلند میشن، قیام میکنن، اعتراض میکنن، شورش میکنن، انقلاب میکنن برای اینکه این وضع رو تغییری بدن. و بنابراین تغییر دنیا همچنان در دستور مردم زحمتکش، همون 99%، طبقه کارگر، مردم کارکن هست. و از اون طرف 1% حاکم منطقش مجبور این باشه که جهنمه ولی بسوزید و بسازید. ببینید تو این نوشته یور نیوز یه کدی هستش از یک شهروند برلینی احتمالاً که خیلی جالبه، من براتون میخونم بعد با یه سوال. این کد اینه که میگه فقط کتاب سرمایه را به خاطر داشته باشید، حقایقی که او نوشت هنوز هم برای من معتبرند. وقتی او مینویسد گرفتن سود بیشتر از 1000% از مردم در حالی که هیچ چیز نمیتواند مانعشان شود، مرا به یاد بانک های امروزی میاندازد. ببین هر موقعی که سرمایه تو بحران میشه به یاد مارکس میفته. تو سال 2008-2009 کتاب مارکس یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا شد و الان هم این مقاله نوشته با سایه کارل مارکس 25 سال بعد از سقوط دیوار برلین. اینا چه حقیقتی تا این مسئله هستش و چرا اینا تو مواقع بحران و علل عموم به گاهگاهی به کارل مارکس متوسل میشه؟ ببینید اینکه مردم، کارگران، توده جامعه 99% به یاد مارکس میفتن یه دلیل داره، که سرمایه‌دارا و رسانه‌های رسمی سوال میگن، یه دلیل کاملا مقابلش رو داره، ولی هر دو ناگزیرن مارکس رو به رسمیت بشناسن. برای مردم مارکس مظهر حقیقت، مظهر نشون دادن ریشه های دردشونه و مبارزه و اعتراض علیه وضع موجود. مارکس مظهر تغییر، مظهر نخواستن وضع موجود، مظهر تسلیم نشدن به همین جهنمی که سرمایه‌داری به وجود آورده. و نه تنها این گفته، بلکه در نظرخواهی که از مردم شد در سال 2000، مارکس محبوب ترین
مرد هزاره به رسمیت شناخته شد، محبوب ترین متفکر تاریخ، این رو مردم رأی دادن و هنوز هم اینطوره. مانیفست کمونیست پرفروش‌ترین کتاب همه دوره‌های تاریخ و امروز هم که ببینید آقای توماس پیکتی که کتابش میشه پرفروش، بهش میگن مارکس زمانه. چرا؟ چون البته خود ایشون هیچ ربطی به مارکس نداره، خودش هم گفته مثلا کاپیتال رو نخوندم نمیدونم مارکس چی میگه، فقط این رو تو کتابش گفته که این دره عمیق بین فقر و ثروت مدام زیادتر میشه و سرمایه‌داری هم نمیتونه جوابشو بده و شروع کرده به یک توصیه‌های به اصطلاح دلسوزانه ای که چطوری از انفجار اجتماعی جلوگیری کنیم. ولی همین اشارهش به نابرابری و نشون دادن اقتصاد این نابرابری باعث شده که اونو با مارکس مقایسه کنن. مارکس مظهر شناسوندن، افشا و شناسوندن ماهیت ضد انسانی استثمارگرانه پر از تبعیض نظام سرمایه‌داری هست و به همین خاطر محبوبه و به همین خاطر همیشه مطرحه. اما اینکه طبقه سرمایه‌دار به یاد مارکس میفته به خاطر اینکه بیاد همین ماهیت رو خنثی کنه. ببینید مارکس رو تبدیل می‌کنه به یک فیلسوف اقتصاددان که میگن بله حرفای داهیانه ای زده، خوب شناخته، ولی حیف که راه حلای خوبی نداده. و اینو من بارها شنیدم، خیلی از برنامه‌ها، خیلی از متفکرین، آکادمیسیان‌ها، رسانه‌های رسمی از مارکس تمجید می‌کنن به این معنا که آنالیز خوبی کرده، تحلیل خوبی کرده در شناخت واقعیت، ولی راه حل خوبی نداره. یعنی باز برمیگردیم به همین که این جهنم هست. مارکس این جهنم رو به ما می‌شناسونه، ولی بخوری پاته نخوری پاته به قول مثل فارسی، همینی که هست باید بسوزید و بسازید. در حالی که محبوبیت مارکس برای مردم فقط این نیست که یک فیلسوف و متفکر اقتصادیه، بلکه این هست که یک انقلابیه. میگه دنیا رو باید زیر رو کرد، میشه، میتونیم، باید نیرو جمع کنیم، باید متحد بشیم، طبق کارگر جهان متحد شوید، برای اینکه شما باید دنیا رو بگردونید، بشریت باید آزاد بشه. مارکس میگه طبقه کارگر با آزادی خودش کل بشریت رو آزاد میکنه و جنبش 99% امروز هم به زبون دیگه همینو میگه. میگه 99% ها در مقابل 1% ها، اون 1% طبقه سرمایه داره که قدرت و ثروت و همه ابزارهای سرکوب رو در دست داره و اون 99% ها طبقه کارگر و بقیه جامعه که راه رهاییشون در مبارزه طبقه کارگر میبینن. مانیفست هم همینو میگه، میگه طبقه کارگر با آزادی خودش جامعه رو رها میکنه و جامعه بشری امروز بیش از پیش متوجه این حقیقت میشه. صفبندی 99% در مقابل 1% به نظر من جنبندی دیگه ایه، نگاه دیگه ایه به صفبندی طبقاتی که مارکس میگه. میگه طبقه کارگر به عنوان رهبر مردمه، زحمتکش، رهبری که در استثمار هیچ منفعتی ندارن، توده مردم که در استثمار هیچ منفعتی ندارن در مقابل سرمایه‌داران. اون سرمایه‌داران امروز در 1% خودشون نشون میدن، طبقه کارگر و مردم ناراضی از وضع موجود در 99%. مارکس اگر اهمیتی داره به خاطر که پرچمی 99% بلند کرده. به قول خود مارکس میگه با سوسیالیسم تازه تاریخ بشریت آغاز میشه. تاریخ طبقات رو باید گذاشت به حساب ما قبل تاریخ، یعنی انسانیت و بشریت هنوز بر سرنوشت خودش حاکم نشده، با انقلاب طبقه کارگر هست که این دوره حاضر میشه. مردم این آرمان رو دارن، این خواست رو دارن، این آرمان رو خواست هم تو گفتم از زمان اسپارتاکوس تا امروز داشتن. مثلا اینکه این آرمان رو خواست و مارکس میاد با تحلیل علمی، با نقد واقع بینانه حقایق امروز نشون میده و راه تغییرش رو هم نشون میده و اهمیت مارکس برای مردم اینجاست. راجع به اختلافات طبقاتی و 99% 1% گفتیم، من دلم نمیاد واقعا این مسئله رو نگم اینجا. یه مصاحبه مصطفی صابر رو دیدم توی یکی از این رادیوها که میگه بزرگترین ثروتمندترین مرد دنیا شخصی است به نام کارلوس اسلیم که این گفته اگر روزی 1,000,000 دلار خرج بکنه 220 سال طول میکشه که داراییش تمام بشه. حالا شما فکرش بکنید که ما تو چه دنیای زندگی میکنیم. ببینید ضربات و احتمالا مزایای سقوط دیوار برلین و به دنبال اون سقوط کمونیسم شوروی فکر میکنید که برای کمونیسم نوع مارکسی چی است؟ برای کمونیسم کارگری نظیر حزب کمونیست کارگری چیه؟ ببینید مذراتش رو ابتدا بگم. این یک نقطه منفی طبعا همونطور که گفتم به خاطر اینکه کمپ شوروی به اسم کمونیسم حکومت می‌کرد. به طور واقعی سهمداری دولتی بود، هیچ ربطی به سوسیالیسم و کمونیسم نداشت. ولی بالاخره با انقلاب، با پرچم انقلاب اکتبر اومد اون سهمداری دولتی خودش رو مسلط کرد، تثبیت کرد و هر کاری که کرد
به حساب کمونیسم نوشت، بهش گفتن سوسیالیسم موجود، کمونیسم موجود، و شکستش خواه نخواه به اسم کمونیسم نوشته میشه. اینکه ارگان‌های تبلیغی و رسانه‌های غربی چه جشن پاکوبی کردن و چی گفتم، تو گفتم چند ماه بیشتر تو نکشید، ولی این ضررش نیست، این اومد و رفت و طبیعی هم بود، ولی در اذهان مردم علل عموم، توده مردم علل عموم، این تصویر الان حک شده که یک کمونیسمی داشتیم در شوروی که شکست خورد، در چین هم که شکست نخورده، به اصطلاح که اونم مدعی کمونیسم، داریم میبینیم چه فاجعه‌ایه، چه بلایی به سر به خصوص کارگران و استثمار هار و وحشیانه که از کارگران میشه در چین رو همه دارن میبینن. به این اعتبار میخوام بگم این نمونه ها، این نمونه های سرمایه‌داری دولتی که به خودشون میگن کمونیسم، در اذهان عمومی، در افکار عمومی یک ایمیج و یک تصویر منفی از کمونیسم میدن که کار ما رو سخت کنه، به خاطر که نشون بدیم که کمونیسم این نیست، این واقعیت نیست و باید علیش جنگید. و البته حقیقت با ماست، اعتراضات مردم و حقایق دنیا، انقلاباتی که شکل میگیره هرچی بیشتر حقانیت ما رو نشون میده، ما این برتری رو داریم، ولی از نظر اذهان عمومی و افکار عمومی شکست شوروی به نظر من یک عامل منفی است که باید برش فائق بود. ولی از یک نظر شکست شوروی خوب بود، به خاطر اینکه این داستان تمام شد، داستان این که تا میگفتی شما کمونیست، شوروی رو به شما نشون میدادن ببین اینجاش کج، اونجاش اشتباس، اونجاش غیر است، توتالیتر، نمیدونم مردم حق آزادی ندارن، غیر و غیره. این داستان تموم شد و نسل امروز، به خصوص نسلی که بعد از جنگ سرد به دنیا اومده، هیچ بدهکاری به اون دوره و به استالینیسم و به فجایع شوروی و غیر و غیره نداره. این امکان به وجود میاد که با به اصطلاح حذف مدعیان دروغین کمونیسم از تاریخ، کمونیسم های واقعی بتونن خودشون رو نشون بدن، جلو بیان، توجه جلب کنن، نیرو جلب کنن و واقعا سوسیالیسم اونطور که هست، اونطور که میخوان، اونطور که مارکس گفت، اونطور که باید باشه رو پیاده کنن. این امکان الان بیشتر از گذشته وجود داره، چون تو دوره قبل، من یادمه در دوره قبل از دیوار برلین، با هر کی شما میگفتید مارکسیستی میگفتن شما مال کمپ روسیه هستی یا چین، ناگزیر بوده یکی از این دو تا رو ظاهرا انتخاب کنید. الان این داستان نیست، کمونیسم و کارگری خصوص پرچمی رو بلند کرده که میگه اینها هیچ کدوم نمایندگی نمیکنن ایده ها و آرمان های کمونیستی رو، و این امکان امروز وجود داره در دل مبارزات امروز که کمونیسم واقعی نیرو بگیره، قدرت بگیره، متعذب بشه و مبارزات مردم به پیروزی برسه. همین تقویه فکر کنم در روز 4-5 دقیقه بیشتر به برنامه پایان برنامه نمونده. اجازه بدید برنامه امروز با یه سوال پایانی و با این سوال به پایان برسونیم. صحبت از این کردید که حقایق با ماست، منتها واقعیت های چیز دیگر نشون میده. فکر میکنید که کمونیسم همچنان یک خطر برای نظام سرمایه‌داری میشه و چقدر کمونیسم شانس پیروزی داره؟ به نظر من پیروزی کمونیسم قبل از هر چیز از خود نظام سرمایه‌داری استنتاج میشه. میخوام بگم به طور واقعی اگر نابرابری، فقر، بی‌حقوقی و انواع مشقات و مصائب در دنیا هست که هست و هر روز بیشتر میشه، تا که آقای پیکتی نشون میده هرچون 1% ها پروارتر میشن و 90% ها بی‌حقوق‌تر، فقیرتر و پرمشقه‌تر میشه زندگیشون. این واقعیت ضرورت تغییر رو تبدیل میکنه به یک فاکتور و یک مسئله عینی. من همیشه گفتم انقلاب به اراده کمونیستا یا انقلابون بسیاری نداره، انقلاب پیش میاد، ضرورت عینی واقعیه. انقلاب مصر و کمونیسمی سازمان نداد، یا حتی انقلاب 57 ایران، یا حتی انقلاب اکتبر رو، بله بولشویک ها خیلی دخیل بودن، ولی معمار و سازماندهش نبودن، منتظر اصلا نبودن. انقلاب همیشه خاصیتش اینه که غافلگیر میکنه همه. میخوام بگم تا سرمایه‌داری هست و استثمار هست، مبارزه برای رفع این وضعیت هم هست. این رو کسی نمیتونه از تاریخ حذف کنه، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. هیچ وقت به اونجا نمیسیم، برخلاف این تبلیغات ابلهانه‌ای که میکنن که تاریخ تمام شد دیگه، گویا چون آلترناتیوی نیست مردم میسوزن و میسوزن. هیچ کس نمیخواد در فقر زندگی کنه، در بیهوشی زندگی کنه، و همیشه تا این مسائل هست مرزلش هم هست. کمونیسم به اینجا متعلق، کمونیسم قبل از هر چیز به این میل عمیق توده مردم به تغییر، به داشتن زندگی بهتر، به آزادی، به رهایی، به عدالت، برابری، به اینجا متعلقه و این رو نمایندگی میکنه و این میل به تغییر همیشه بوده. امروز وضعیتی که پیدا کرده اینه که این تغییر ممکن شده اتفاقا. میگن که کمونیسم
غیر ممکنه تخیلیه. به نظر من امروز هیچ چیزی تخیلی‌تر از سرمایه‌داری نیست. کسی فکر کنه نظام سرمایه‌داری ابدیه و یا همینی که هست باید بمونه میتونه بمونه هست که کاملا داره تخیلی فکر میکنه. حقیقتی نیست. حقیقت این هست که نظام سرمایه‌داری قابل ادامه نیست، داره از درون منفجر میشه. اینو خودشون هم میگن. و کمونیسم میگه چطور باید این کارو کرد. کمونیسم میاد راه رهایی رو نشون میده. اتفاقا برخلاف اون چیزی که هست میگن که مارکس مفسر خوبی بوده، فلسفه خوبی بوده، اقتصاددان خوبی بوده، اینا خصیص مارکس نیست. مارکس انقلابی بوده که راه تغییر رو نشون میداد. همونطور که همین جمله که اول شما گفتید، تفسیر دنیا رو همه کردن، مارکس تفسیر خیلی حقیقی تری و بهتری از همه داره. ولی این مارکس رو جدا نمیکنه از مارکس. میگه بس بر سر تغییر دنیاست. و این تغییر به نظر من عمیق‌ترین، این میل به تغییر، نیاز به تغییر، ضرورت تغییر، عمیق‌ترین واقعیت و حقیقت دوره ماست. کمونیستا مبشر، پرچمدار، عامل این تغییر هستند. و کمونیستا این تغییرات رو به مبارزه یک طبقه معین، طبقه کارگر که به قول مارکس گورکن طبقه، گورکن سرمایه‌داریه، به اون مبارزه متکی میکنن و راهی رو جلوی جامعه میذارن که چطور میشه با نفی استثمار، با نفی کار مزدی، با نفی مالکیت خصوصی بر حساب ابزار تولید تمام این مشقات و مسائل رو پاسخ داد و کنار گذاشت. معمولا به ما میگن خب در روسیه هم همین ادعا شد به جایی نرسید، کمونیسم موجود هم همین ادعا رو داشتن به جایی نرسیدن. مهم نیست چند تا شوروی میاد و میره، چند تا شکست داریم. نیاز به پیروزی، نیاز به این مبارزه سر جای خودش هست. اینطوری نیست که مردم میگن آها یه عده برای آزادی بلند شدن به زمین افتادن پس من دیگه آزادی نمیخوام، همین اسارت خوبه، هیچ کسی نمیگه. یا بگن برای رفاه یه عده بلند شدن جنگیدن شکست خوردن پس من رفاه نمیخوام، فقر خوبه، هیچ کسی اینطور فکر نمیکنه. بنابراین تا وقتی این نیاز هست کمونیسم هم ضروری است، کمونیسم هم مردم بهش رو خواهند آورد و کاملا یک نیروی تعیین کننده میتونه در تاریخ باشه. و حزبی مثل حزب کمونیست کارگری سعی میکنه که این واقعیت هرچه زودتر به تحقق بپیونده و مردم از این وضعیت موجود رها بشن و آزاد بشن. حمید تقوی، با تشکر از حضورتون در این برنامه و با تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید، آنچه ها که دیدید و شنیدید برنامه دیگه ای بود از سری برنامه پرسش از تلویزیون کانال جدید تحت عنوان 25 سال بعد از سقوط دیوار برلین. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکارانم بابک یزدی و سحر تیام، براتون شب و روز خوبی را آرزو میکنیم.